از اونجایی که دلم میخواد همیشه به مردم رسیدگی بیشتری داشته باشم و علاقم واقعا نسبت به مردم خیلی فکر میکنم زیاد باشه از نظر حس خودم، دلم میخواست که یک پرستار خوبی های نرس میشدم. خوشا به سعادت و مریضی که بره زیر دست خانم حاجی. چند سال پیش فعالیت هنری تو شروع کردی؟ من در حدود 10 سال پیش. 10 سال پیش. البته اینکه میگم فعالیت هنری از نظر حرفه‌ای میگم. بله حرفه. ولی خب حتما در ایام کوچیکی در منزل وقتی که میخوندی با خودت زمزمه میکردی، کسی که صدای به این خوبی الان داره نمیشه این صدا رو 10 سال پیش به اینور پیدا کرده باشه. نه من از بچگی حتما بچه. اون موقع که آهنگسازی برات آهنگ نمیساخت، حتما آهنگای دیگران نمیخوند. بله. بیشتر از چه خواننده ی آهنگ میخوند؟ از خانم دلکش. فقط؟ فقط. فقط. چه چیزش یادت میاد مثلا موقعی که 15 ساله بودی؟ چه کدومی که از ترانه‌های دلکش میخوند؟ 15 سالگی میادم نمیاد که چی میخوندم چون خیلی دوره، ولی همیشه با آهنگهای خانم دلکش من واقعا زندگی میکردم. خیلی بچه بودم اما تمام سعی و کوششم این بود که شبای دوشنبه بنشینم و به آواز دلکش گوش بکنم. دوشنبه ها میخونم. من کدومی که از آهنگاش بیشتر به دلت نشسته؟ همه آهنگای خانم دلکش برای من قشنگ بوده و اگرم توجه داشته باشین دو تا از آهنگاشون رو من در رادیو برنامه رادیو صبح جمعه اجرا کردم. بله. حالا یه تیکه واسمون بدون ارکستر اینا، یه خط از شعرهایی که اون وقتا زمزمه میکردی الان بخون واسمون. چه اشکال داره؟ خیلی مشکله آقای نوزر. هیچ مشکلی نیست. کسی که بچگی میخونده الان هم به این خوبی میخونه هیچ مشکلی واسش هیچ مشکلی نیست. یه خط. این همه آشفته حالی، این همه نازک خیالی، ای بدوش افکندگی سو، از تو دارم از تو دارم. بله بله. من مطمئن هستم که خانم دلکش الان که این برنامه رو میبینن خیلی خوشحال میشن که یک هنرمندی که الان در سطح عالی هست اینطور به خوبی یاد میکنه از ایشون و دوستشون داره. البته همه ما دوست داریم انشالله یک روزی منت بذارن خانم دلکش و بیان توی این برنامه و باهاشون صحبت بکنیم انشالله. بله اون شب حتما میگم شما هم بیاین. با کمال میل من روز شماری میکنم واقعا. آرزوی بزرگت چیه هاید؟ من فکر میکنم هر مادری آرزوی بزرگترین آرزوش تو زندگی به سرانجام رسیدن بچه هاش باشه و منم مثل یک مادر از خدا آرزو میکنم که بچه هام تحصیلات عالیه خودشون رو طی بکنن و یک روزی بشه که بتونن برای وطنشون خدمتگزار باشن. دیگه زیاد وقت شما رو نمیگیرم، وقت دوستان رو میدونم کمه وقتمون. البته نوه نتیجه هم خب دلت میخواد ببینی از این بچه ها. بله حتما. ما از هر مهمانی میپرسیم که چه آهنگی دوست داری و کی برات بخونه، ولی الان که خود هایده خواننده اینجا نشسته چه بهتر که خود هایده انتخاب بکنه یکی از آهنگاش رو هم برای خودش بخونه هم برای دوستدارانش و بینندگان این برنامه، ولی اون آهنگی رو انتخاب بکن که خودت هم بیشتر به دلت نشسته و راغب‌تر هستی. من فکر میکنم آقای نوزری همه آهنگهایی که من اجرا کردم مثل بچه های خودم برای من عزیزه، فرقی نمیتونم ما بینشون بگذارم. در نتیجه اجازه بدید که آخرین آهنگم که میتونم بگم تتاغاری هست اون رو انتخاب بکنم، همون آشنایی رو. آشنایی رو بخونم. خب در ضمن با هایده قبل از این گفتگو صحبت کردیم، ازش خواهش کردیم که هر هفته تو برنامه ما به غیر از خوندن ترانه همکاری های دیگه هم داشته باشه و امشب شما بعد از خوندن ایشون و بعد از لحظاتی شاهد هنرنمایی دیگه هایدن در زمینه گفتار خواهید بود، نه مصاحبه نه خوانندگی بلکه در زمینه های دیگه.